به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن 9:30 دقیقه شب تهران با شما خواهم بود در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در سال 1357 در چنین روزهایی مردم ایران یا اکثریت مردم ایران مشغول انقلاب اسلامی بودند به رهبری جمهوری به رهبری آیت الله خمینی، اقدامی که سرانجام به استقرار جمهوری اسلامی در ایران منجر شد. مردم انقلابیون در پی چه بودند و چه به دست آوردند؟ در عرصه اقتصادی سفره مردم چه وضعیتی داشت و چه وضعیتی اکنون دارد؟ در عرصه اجتماعی و سیاسی مردم از چه مزایایی برخوردار بودند و امروزه از چه مزایایی برخوردارند پس از بیش از 3 دهه از انقلاب اسلامی؟ و نیز ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، نظام برآمده از انقلاب اسلامی در حال حاضر چگونه است و ساختار روحانیت شیعه بر پی پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی دوچاره چه تغییر و تحولاتی شد؟ در این زمینه گفتگو می‌کنیم در برنامه امشب تفسیر خبر با آقای سعید قاسمی نژاد، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، و آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم، سوئد. با شما عزیزان خواهی بود تا لحظاتی دیگر. خوشحال هستیم که پس از مدت ها بار دیگه آقای سعید قاسمی نژاد با من و شما هستن در تفسیر خبر. خوش آمدید آقای قاسمی نژاد. ممنون از لطفتون بابت دعوت. من سلام میکنم خدمت شما و آقای اعتمادی و بینندگانتون. آقای اعتمادی با سلام به شما در استکهلم. منم آقای چلنگی خدمت شما، همکارانتون آقای قاسمی نژاد عزیز و بینندگان برنامه‌تون سلام عرض میکنم. آقای قاسمی نژاد، میدونم پرسش پاسخ خیلی طولانی میتونه داشته باشه، اما به طور خیلی فشرده اگر ما بخوایم بگیم که مردم ایران از نظر سیاسی چه امتیازاتی به دست آوردند یا چه امتیازاتی رو از دست دادن در جریان انقلاب و بعد از اون، الان در حال حاضر شما به ما چه خواهید؟ مردم ایران بعد از انقلاب و قبل از انقلاب اگر بخوایم بررسی بکنیم، یه بررسی جنبه اقتصادی قضیه هستش. شما اگر قبل از انقلاب نگاه بکنید، شاه حکومتی رو که به آقای خمینی تحویل دادش، درآمد سرانه یک چیزی نزدیک به کره جنوبی و ترکیه بودش. الان شما میتونید نگاه بکنید که چه فاصله بین درآمد سرانه ایران و کره جنوبی و ایران و ترکیه هستش. ترکیه یک اقتصاد بزرگ هستش، کره جنوبی یک اقتصاد بزرگ هستش، ایران همچنان یک اقتصاد در واقع نفتی هستش که اگر نفت ازش بگیرید، مثل این اتفاقی که الان افتاده، به سرعت سقوط میکنه. این از نظر اقتصادی هستش. از نظر اقتصادی باز شما میتونید به رشد اقتصادی، به تورم نگاه کنید. 30 سال بعد از انقلاب، 34 سال بعد از انقلاب، رشد اقتصادی ایران همیشه یک رشد اقتصادی بسیار
کم بوده، رشد اقتصادی چشمگیری نبوده و تورم در ایران جز شاید یکی دو سال همیشه بالای 10% بوده، بیکاری در ایران همیشه بالا بوده. از نظر اقتصادی اگر شما نگاه بکنید، ایرانی‌ها در واقع کاملا باختند، هیچ شک و شبهه‌ای توش نیستش. از نظر اجتماعی در واقع اگر شما نگاه بکنید، قبل از انقلاب ایرانی‌ها اکثر آزادی‌های اجتماعی رو داشتن. اگر هم یک سری آزادی‌های اجتماعی نبود، منظورم آزادی‌های در واقع زنان، آزادی‌های فرهنگی و این چیزا بود، یک بخش زیادیش ناشی از این بودش که خود جامعه نمیپسندیدش و الا حکومت در واقع به دنبال این بودش که اونها رو ترویج بده. در زمینه آزادی بیان خب قبل از انقلاب قطعا مشکل بودش. حالا من نمیدونم چه مقایسه کنم بعد از انقلاب چقدر مشکل بیشتر بود یا کمتر بود. خب حکومت شاه حکومت دموکراتیک نبود و آزادی بیان رو در واقع پاس نمیداشتش. اما بعد از انقلاب شما تمام اون آزادی های اجتماعی که داشتید رو از دست دادید. زنان تمام آزادی هاشون از دست دادن، جوانان آزادی هاشون از دست دادن. در واقع حکومت به جای اینکه به دنبال ترویج این آزادی های اجتماعی باشه، حکومت خودش بزرگترین مانع برای آزادی های اجتماعی شد. از نظر آزادی های سیاسی در واقع اون یه مقدار واقعا سخت هستش که بگیم که آیا بعد از انقلاب آزادی سیاسی بیشتر شد یا نه. در یک جنبه های خب شما هر انقلاب مردمی که دارید، در واقع نقش مردم در سیاست بیشتر میشه، به این دلیل که در واقع تمام اون قید و بندها برداشته میشه. اما بعد از اینکه جمهوری اسلامی تثبیت شد، تلاش کرد که در واقع نقش مردم رو کاملا کاهش بده. شما الان شاهد هستید که در واقع شورای نگهبان داره تمام کاندیداها رو یک بار فیلتر میکنه. اما خب قبل از انقلاب قطعا آزادی های سیاسی نبودش. من اگه بخوام خلاصه کنم، در زمینه اقتصادی انقلاب ایران کاملا یک باخت بزرگ بود، در زمینه آزادی های اجتماعی یک باخت بزرگ بود، در زمینه آزادی های سیاسی که در واقع انقلاب برای این بود که آزادی های سیاسی رو برای مردم برمغان بیاره، آزادی های سیاسی رو برای مردم برمغان نیاورد. و تفسیر شما آقای اعتمادی در ارتباط با اون چی که آقای قاسمی نژاد گفت؟ واقعیت اینه که در رابطه با اینکه شما سوال فرمودید که مردم ایران بعد از انقلاب برای چه چیزی به دست آوردن یا چه چیزی از دست دادن، خب واقعیت اینه که من فکر میکنم باید جدا بکنیم اینکه مردم ایران چه میخواستن و اینکه جامعه سیاسی ایران چه میخواست. یعنی مخالفین رژیم گذشته در ایران، مخالفین رژیم گذشته در ایران برای گروه ها و دستجات مختلف بودن، اما علی‌رغم اینکه از لحاظ ایدئولوژیک با هم تفاوت های اساسی و بنیادی داشتن، بخش از این مخالفین چپ بودن و بخش دیگر ملی یا ملی مذهبی و بخش هم مذهبیون و روحانیون بودن، اما همه اونها به یک معنا شاه رو به عنوان عامل کشورهای غربی میدونستن و معتقد بودن که کشور ما از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی وابسته به غرب و در رأس کشورهای غربی وابسته به امریکاست و معتقد بودن اگر در جامعه مشکلاتی وجود داره به علت این وابستگی است. بنابراین همه اونها، چه نیروهای چپ و چه نیروهای مذهبی، یکی از شعارشون شعار استقلال بود و به همین خاطر اصلی ترین شعار، شاید یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب هم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. خب مفهوم و معنای آزادی که مشخص به یک معنا نبود، چون که اگر به واقع ما مردم ایران و جامعه سیاسی ایران مفهوم دقیقی از آزادی رو داشت، میدونست که تعویض یک حکومت عرفی با یک حکومت مذهبی، آزادی اگر به معنای حتی آزادی های مدنی باشه، اونها رو از دست خواهند داد و طبیعتاً هم از لحاظ به اصطلاح سیستم سیاسی از ابتدا روشن بود که مذهبیون به دموکراسی به معنای واقعی اون اعتقادی ندارن، اگرچه آیت الله خمینی در پاریس خدعه کرد به قول خودشون و گفتن که اون چیزی که ما برای ایران میخوایم یه چیزی شبیه فرانسه و دموکراسی و در حد همون چیزی که در کشورهای غربی وجود داره. به هر حال مسئله استقلال عمده بود با اون تعبیر که فکر میکردن که با به دست آوردن استقلال همه کمبودها و اشکالات جامعه برطرف میشه. واقعیت اینه که بر اساس آمار و اتفاقاتی که بعدن افتاد، حالا اگر حتی این استقلال هم وجود داشته باشه که نداره، چرا که بعدن شعار یکی از شعارهای دیگه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یا نه شرقی است نه غربی است، به یک معنا در ادامه همین ادعا بود که ما نه غربی هستیم و نه شرقی، یعنی نه به بلوک شرق
میخواییم وابسته باشیم نه به بلوک غرب. اما بعدا دیدیم این وابستگی هم به اصطلاح تحقق پیدا نکرد و جمهوری اسلامی از همون ابتدا به نوعی در ارتباط نزدیک با قدرتی که به عنوان به اصطلاح بلوک شرق معروف بود گرایش بیشتری داشت و تا همین امروز هم این ارتباط و این وابستگی وجود داره. کما اینکه همین امروز هم ما میبینیم در یک چنین شرایطی با اینکه مشترک ایران و روسیه در حال تأسیس قراردادهای نظامی تازه‌ای بسته میشه بین دولت آقای روحانی و دولت روسیه و به همین ترتیب به اصطلاح قراردادهای اقتصادی پایاپای در زمینه به اصطلاح صدور نفت به روسیه و در ازاش کالای مصرفی دریافت کردن، بنابراین اون استقلال هم به وجود نیامد. اون چیزی هم که در گذشته به هر حال عامل پیشرفت، عامل عدم پیشرفت در ایران میدونستن، یعنی قطع ارتباط با غرب، این چنین نبود. وابستگیان باز به غرب همچنان باقی ماند و اون چی که در رژیم گذشته به یک نوع وجود داشت، امتیازاتی که وجود داشت، امتیازات شهروندی و آزادی های به اصطلاح مدنی که برای مردم ایران وجود داشت، اون رو هم از دست دادیم. به یک معنا میتونیم بگیم که متاسفانه انقلاب اسلامی ایران نه تنها چیزی رو عایر مردم ما نکرد، به دلیل اشتباهاتی که در محاسبات خودشون داشتن، به خصوص محاسبات جریانات سیاسی از دستجات مختلف، بلکه اون چیزهایی را که در دوران حکومت شاه در اختیار داشتن اونها را هم از دست دادن. بنابراین انقلاب اسلامی نه تونست مسئله وابستگی و به اصطلاح استقلال به اون معنا رو براش راه حلی پیدا بکنه یا عدم استقلال، و نه تونست در جهت رفاه و به اصطلاح پیشرفت جامعه قدم‌های موثری برداره و در نهایت هم دیدیم که آزادی‌های شخصی و مدنی رو هم که در رژیم گذشته مردم ایران داشتن اون رو هم از دست دادن. علی رغم اون چیزی که آقای اعتمادی میگن، حکومت ایران، کارگزاران حکومت ایران آقای قاسمی نژاد مدعی هستن. حالا دلار 7 تومن بود، 69 ریال بود، 69 ریال، الان حدود 3000 تومن و بیشتر هست، بیشتر از 3000 تومن. اما کرامت انسانی، استقلال ایران، استقلال حکومت الهی ایران و کرامت انسانی مردم ایران رو حفظ کرده. این حرف تا چه اندازه به اصطلاح معقول هست، درست هست، واقعی هست، بازتاب واقعیت هست؟ همونطور که در همین تظاهرات دیروز اصفهان هم حتی تابلوهایی که نشون میدادن این که ما نمیخوایم نوکر آمریکا باشیم. آقای قاسمی نژاد، ببینید از بحث کرامت انسانی رو، خب اینها رو میشه با عدد و رقم نشون داد. شما مثلا نرخ اعدام ها رو در ایران نگاه بکنید، نرخ اعدام در ایران اگر که تعداد اعدام ها رو سرانه بگیرید، نرخ سرانه اعدام رو بگیرید، ایران بالاترین نرخ اعدام رو داره. شما نرخ فقر رو نگاه بکنید، چند درصد جمعیت زیر خط فقر هستند. شما نرخ رشد اقتصادی رو نگاه بکنید، شما درآمد سرانه رو نگاه بکنید، شما اعتبار پاسپورت ایرانی رو نگاه بکنید. بحثی که الان بین خود حکومتی ها هم بسیار داغ شده بر سر اینکه در واقع ایالات متحده به نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم ویزا نداد برای اینکه بیان. شما الان نگاه بکنید در به تهران که برید، صفها رو نگاه بکنید جلوی سفارتخونه ها و نگاه بکنید که چه تعداد از مردم ایران میخوان از کشور خارج بشن، و نگاه بکنید که چقدر پاسپورت ایرانی بی اعتبار هستش. شما نگاه بکنید که چقدر از دانشجویان ایرانی از کشور خارج میشن، چقدر از خانواده های ایرانی تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه بچهشون رو از کشور ایران بفرستن به یک کشور دیگه، نه حتی کشورهای پیشرفته، کشورهای بسیار کشورهای که اونقدر هم پیشرفته نیستن. شما حتی در همسایه های شمالی ما، کشورهای مثل ارمنستان، گرجستان، اوکراین، اینها هم اگر برید تعداد زیادی ایرانی رو میبینید که حالا یا دارن اونجا زندگی میکنن یا دارن درس میخونن. ما چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم. خب دلیل این چی هست؟ دلیلش این هستش که در واقع وضعیت زندگی در ایران به شدت غیر قابل تحمل شده. البته برای یک عده خوب هستش. برای شما اون حساب اینستاگرام ریچ کیدز آف تهران رو که نگاه میکردید، خب برای اونها خوب هستش، اونهایی که در واقع دستشون
تو جیب ملت هستش، پول نفت ملت ایران رو در واقع برمی‌دارن می‌ذارن تو جیب خودشون. اونها در ایران زندگی خوبی دارن، البته همونها رو هم شما نگاه بکنید اکثرا یک پاشون خارج کشور هست، یک پاشون داخل کشور هستش. از نظر اون چیزی که در واقع حکومت میگه کرامت انسانی، ایرانی‌ها در واقع ندارن اون رو، کاملا واضح هست. شما همین چند روزه اخبار درباره در واقع وضع هوا در شهرهای مختلف کشور رو نگاه بکنید، خب ایرانی‌ها حتی هوایی برای نفس کشیدن رو هم ندارن، یعنی هوای بسیاری از این شهرها رو شما اگر که تنفس بکنید انگار که دارید سم تنفس میکنید. از اون طرف شما وضعیت بیابی رو نگاه بکنید، یعنی ما نه هوا داریم در ایران نه آب داریم. تمام این رودخانه ها و دریاچه های ایران در واقع به خاطر سیاست، بخشی به خاطر خشکسالی است ولی بخش مهمیش به خاطر سیاست های غلطی هستش که خصوصا در دوران آقای رفسنجانی اتخاذ شد، برای اینکه پیمانکارهای ساختمانی نزدیک به ایشون هی میخواستن که سد بسازن و ایشون هم هی مجوز سدسازی میداد در نقاطی که اساسا نه به سد احتیاج داشتش و اون سدها مخرب بودن. الان کل مملکت دچار بیابی هستش. خب شما در یک مملکتی هستید که آب نداره، هوا نداره، شغل نیستش و کوچکترین آزادی های اجتماعی رو هم مردم ندونه. این مردم اگر که یک زن اگر میخواد بره وارد خیابون بشه فرق نداره، این دختر 18 ساله هستش یا زن 50 ساله هستش. یک سری از این در واقع ماشین های گشت ارشاد، حالا این اسمش رو هم همیشه عوض میکنن، در این خیابون ها میگردن مثل شکارچی و یک چیزی هم، یک نرخی هم دارن، یعنی هر روز باید این ماشین رو پر بکنن، آخر سر برن پیش رئیسشون بگن ما امروز انقدر بازداشت کردیم و اینها میگردن، زن رو از جلوی شوهرش برمیدارن میبرن، مادر رو از جلوی دخترش، دختر رو از جلوی مادرش. و در ایران در واقع نه اقتصاد دارن مردم، نه آزادی دارن، نه امنیت دارن. شما نرخ در واقع جنایت رو در ایران نگاه بکنید سر به فلک زده. شما نرخ طلاق رو در ایران نگاه بکنید چقدر بالا هستش، نرخ جنایت، نرخ دزدی، نرخ کلاهبرداری. پلیس همین یک ماه پیش بود فکر میکنم که گفتش که در این سال جدید نرخ کلاهبرداری باز دوباره چیزی نزدیک 20% اگر اشتباه نکنم بالا رفته. یعنی ما در یک وضعیت واقعا رو به انفجار هستیم و این حاصل در واقع اون انقلابی هستش که انقلاب اشتباهی بود. من نمیدونم که حالا مردم چی میخواستن، چون اینکه مردم چی میخواستن خیلی سخت هستش. همین الان هم در ایران نمیشه گفت که مردم چی میخوان، چه برسه به در واقع 34 سال پیش. اما شما شعارها رو اگر نگاه بکنید و گروه های سیاسی که اینها رو نمایندگی میکردن، اگر مردم در 34 سال پیش در واقع واقعا آزادی سیاسی و اینها میخواستن، اگر به دنبال اون بودن، خب نماینده اون تا قبل از انقلاب، تا چند روز قبل از انقلاب در اون اوائلش آقای شاپور بختیار بود. خب آقای شاپور بختیار این حرفایی رو که میزد که حرفای بدی نبودش که، و کارهایی هم که میکرد که کارهای بدی نبود. خب مردم حمایت نکردن از ایشون، رفتن دنبال آقای خمینی. بعد انقلاب هم در واقع باد در بین همون روحانیون و اینها شما نگاه بکنید، خب آقای آیت الله شریعت مداری ایشون خیلی مواضع خوبی داشت، مخالف ولایت فقیه بود، به دنبال آزادی های سیاسی بودش، آزادی های اجتماعی رو در حدی که حالا یک آیت الله العظما و مرجع تقلید میتونه در واقع مجاز بدونه، مجاز میدونست. و مردم ایشون رو هم که حمایت نکردن، اجازه دادن که آقای خمینی ایشون رو بندازه در حبس خانگی، انقدر اونجا نگه داره، پزشک هم بهش نده که ایشون در واقع در حبس بمیره. برای همین من فکر نمی کنم که انقلاب ایران منحرف شده. انقلاب ایران از اول یک انقلابی بودش که در واقع به سمت سوی تباهی میرفت و به نظرم به همون چیز هم رسید. شما تمام این گروه ها رو نگاه بکنید، گروه های اسلامی دنبال حکومت اسلامی و دیکتاتوری بودن، گروه های چپی رو نگاه بکنید عمدتا دنبال دیکتاتوری پرولتاریا بودن. شما این گروه های ملی مذهبی رو هم داشتید، حالا جز آقای بازرگان که شاید حرف دیگه ای میزد، همین گروه های ملی مذهبی مثل آقای صحابی و اینها اصلا اختلافشون با آقای بازرگان این بودش که تو به قدر کافی انقلابی نیستی و این حرفایی که میزنی دموکراتیک و اینها یعنی چه. تمام این گروه ها به دنبال یک نوع دیکتاتوری بودن. حالا بعدا آقای خمینی اومد زد تو سر بقیه و اینها سرکوب کرد و آقای خمینی اون دیکتاتوری رو برقرار کرد، ولی من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از این گروه ها اگر به قدرت می رسیدند خیلی نتیجه مثبتی برای مردم ایران داشت. آن که شاپور بختیار در چنین روزهایی
گفت، هشدار داد درباره موجی که در راه، درباره آیت الله خمینی و همراهان او و هدفهایی رو که در پیش هستند. اشاراتی که شاپور بختیار به سوابق آیت الله خمینی در برخی از سخنرانی هاش داشت. یکی از هشدارهای شاپور بختیار رو در ایام انقلاب با هم میشنویم و میبینیم. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، خب میبرن دیگه، ولی من میستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در مملکت هر چه خواست بگه، این دموکراسی است، ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست، هیچ مملکتی قبول نخواهد کرد. خب آقای اعتمادی، ببینید، راجع به مزایای اتحاد در عرصه سیاسی به خصوص در ایران بسیار صحبت شد، بدون این که توجه بشه به این که اتحاد یه ضوابطی داره، یه مواقعی هست و بر اساس یک حساب کتابیست. یعنی مثلا در فرانسه فرض کنید گولیست ها میرن از سوسیالیست ها حمایت میکنن، یا بالعکس در یه مقاطعی از تاریخ معاصر فرانسه، این یک معنی داره و یک اتحاد موقت، هدف مشخص علیه مثلا نجات پرستاز یا هر چیز. در ایران بزرگترین اتحاد تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاد. یعنی شما از چپ چپ، از ماویست و مارکسیست و هر چی که حساب کنین، از طرفداران چین و شوروی گرفته تا راست راست روحانیت شیعه و در این میون جبهه ملی و مخلفات متحد شده. نتیجه این اتحاد چیزی جز همین که امروز میبینیم نیست. پرسش اینه که بخش بزرگی از این اتحاد تا زمانی که مسئله بر سر آیت الله خمینی و شاه بود و شاه ایران بود، به دنبال خمینی رفتن، انقلاب. اما وقتی رسیدن بر سر دوراهی انقلاب، خمینی و بختیار، چرا بخش بزرگی از جمله کنفدراسیون دانشجوی ایران و احزاب چپ، گروه های چپ، باز به دنبال خمینی رفتن؟ این پرسش هست، چرا؟ جناب چالنگی، همطور که خودتون اشاره کردید، هر تحول سیاسی و اجتماعی اگر قرار باشه که با اتحاد مردم، با اتحاد احزاب و سازمان‌های سیاسی گوناگون صورت بگیره، معمولاً باید هدف مشترکی رو در نظر داشته باشن. انقلاب اسلامی ایران هدف مشترک مشخصی رو به یک معنا نداشت. از این جهت خدمتتون عرض می‌کنم، شاید هم ادعا کنن نیروهای انقلابی که داشت، ولی این هدف هدفی نبود که بخواد یک نظام سیاسی رو متحول بکنه. هدف اصلی این بود که شاه برود و خمینی بیاید. اینکه خمینی بیاید بخواهد چه شرایط و چه مناسباتی رو جایگزین سیستم به اصطلاح مشکلدار قبلی بخواد بکنه معین نبود. دلایل گوناگون داشت. یکم اینکه به نظر من جامعه سیاسی ایران در اون دوره حتی در این حد صاحب اندیشه، تفکر و بلوغ سیاسی نبود. درک واقعی از شرایط جامعه ایران نداشت، درک واقعی از شرایط بین المللی نداشت. چپ ایران اون بخشایی که شما اشاره فرمودید، نام آوردید، و بخشش میخواستن اگر بتوانن الگوی از مناسبات و سیستم سیاسی و اقتصادی چین رو در ایران به روی کار بیارن، و بخش بزرگتر وابسته اونها به اتحاد جماهیر شوروی میخواستن که یک نوع وابستگی رو در با اردوگاه مادر به وجود بیارن و یک نوع جامعه سوسیالیستی نوع روسیه اون زمان. بنابراین این ناروشنی و عدم درک صحیح از تعیین هدف و مشخص کردن هدف یکی از عواملی بود که همه اینها رو دور همون شعار سرنگونی رژیم شاه و مسئله به وجود و قطع ارتباط با جهان غرب بود. یک دلیل مشخص هم این بود که همه این جریانات اپوزیسیون و مخالف شاه ضد غرب بودند، ضد مدرنیته بودند، ضد فرهنگ به اصطلاح غربی بودند. و حتی ما به عنوان حالا ما که عرض میکنم ما این نوعی بنده این کارو نکردم و این نظر رو نداشتم حتی در دوره جوانیمون، که دموکراسی یک پدیده غربی است و بد است،
بنابراین چون متعلق به غرب است، متعلق به امپریالیسم است، متعلق به جامعه سرمایه‌داری است، ما دموکراسی غربی رو هم نمی‌خواهیم. اگر بخواهیم دموکراسی پرولتری می‌خواهیم. هیچ معنی و مفهوم روشنی هم از دموکراسی پرولتری یا کمونیستی یا سوسیالیستی هم وجود نداشت. فقط به صورت عام دیکتاتوری طبقه کارگر بود. هیچ کس هم این الگوها رو از نزدیک ندیده بود. اونهایی هم که دیده بودن مثل رهبران حزب توده سکوت اختیار کرده بودن در بهترین حالتش، حتی اگر مخالفم بودن. ولی اینکه فرمودید که چرا زمانی که رسیدن به مرز دوراهی، به نقطه به اصطلاح دوراهی که در دوران دولت زنده‌یاد شاپور بختیار بود، چرا انتخاب نکردن اون شرایط نوینی که دولت بختیار نوید میداد، آزادی، دموکراسی، رفاه و به اصطلاح برحال اون چیزی که به نظر میرسید خواستهای مطلوب برای بخش شهرنشینان ایرانیان شهرنشین و جامعه سیاسی ایران قبول نکردن، دلیلش این بود که کار از کار گذشته بود. اونها به اندازه از خمینی حمایت کرده بودند و خمینی تونسته بود تا اون اندازه نفوذ در درون جامعه و در درون مردم پیدا بکنه که در معادلات قدرت سیاسی در درون جامعه موقعیت برتری رو نسبت به شاپور بختیار پیدا کرده بود. ضمن این که قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هم از خمینی حمایت می‌کردن، از شاپور بختیار حمایت نمی‌کردن. در نتیجه جریانات سیاسی و به اصطلاح روشنفکری ایران هم مرعوب یک چنین شرایطی بود و ترجیح داد که فرصت طلبانه به دنبال خمینی بره، چه بسا حتی اونها هم یک چنین اشکالات و ضعف‌هایی رو در درون سیاست‌های خمینی می‌دیدن. اما اوضاع به شکلی در اومده بود که اونها خمینی رو در برابر بختیار انتخاب کردن. خوب، در این میان رهبران جبهه ملی از جمله آقای سنجابی و بقیه، روانشاد داریوش فروهر و بقیه، به همراه آیت الله خمینی رفتن و شاپور بختیار رو در عرصه رویارویی با آنچه که در راه بود و می آمد تا به قدرت برسه آیت الله خمینی و همراهان انقلابی تنها بودشت. اما آقای قاسمی نژاد، این موضوع هست، پس از سالها همچنان هست که یک جنبش اجتماعی پیش از انقلاب اسلامی، معروفترین و مؤثرترینی که ما در تاریخ معاصرمون داریم، شاید بشه گفتش که انقلاب مشروطه ایران هست. اما در اون زمان که هنوز احزابی پا نگرفته بودن به جز تک و توک انجمنهای و گروههای، اون چی که حالا منور الفکر، روشن فکر، هر اسمی برش میگذاشتیم، یعنی کسانی که پیشا پیش انقلابیون مشروطه بودن، اینها وقتی قیاس میکنیم میبینیم که هوشمندیشون بیشتر از اون چه بود که در انقلاب 57 رخ داد. به دنبال روحانیت نرفتن، امثال شیخ فضل الله نوری، و در واقع خواستشون هم بسیار روشن بود، تسلیم روحانیت نشدن. گفتم یعنی مشروعیت و مشروعه و آنچه که آیت الله نوری میخواست و آنچه که بعدها آیت الله خمینی خواست. این چرا یه همچه اتفاقی میفته؟ چرا با همه آگاهی های بیشتر کنفدراسیونی که در خارج از ایران تحصیل میکنن، مرکب از دانشجویان، استادان و دانشگاه های غربی حتی هستن، اینها میرن و به دنبال آیت الله خمینی تا روز آخر و حتی تا یکی دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلام؟ ببینید، در زمان انقلاب مشروطه در واقع مهمترین نیرویی که نیروی روشنفکری که در جامعه بود اون موقع دو دسته بودن. یکی نیروی در واقع ناسیونالیست بود، جریان های ملیگرا بودن، شما میتونید روشنفکران ملیگرا اسمشون رو بگذارید، و یک جریان هم جریان های سوسیالیست بودن. انقلاب مشروطه در واقع هنوز شما شاهد این کمونیسم روسی به اون قدرت نبودید که در واقع توسعه طلبی کمونیسم روسی داشته باشیم. درسته که ما سوسیالیسممون رو هم در اون موقع از همسایه شمالی گرفتیم، اما همچنان سوسیالیست های ایرانی هم که شما داشتید، اینها یک سری جریان های بیشتر مدرن بودن و کمتر وابسته بودن. بعد از در
جریان انقلاب 57 شما شاهد جریان‌های روشنفکری متفاوتی هستید. شما اساساً روشنفکری لیبرال ندارید در انقلاب 57، بسیار تک و توک افراد منفرد هستند. شما روشنفکری، شما گروه‌های ملی‌گرا دارید، اما شما یک نیروی ملی‌گرایی که در واقع به دنبال یک جریان فکری قدرتمند باشه، شما شاهد اون هم نیستید. ما جریان ملی‌گراییمون بعد از دکتر مصدق در واقع بیشتر میل کرد به یک ملی، بعد و بعد از کودتای 28 مرداد، حالا اسمش رو هر چی می‌خواید بذارید، میل کرد به در واقع یک نوع ملی‌گرایی دیگر ستیز، ملی‌گرایی غرب ستیز، در حالی که در جریان انقلاب مشروطه ملی‌گرای ایران ملی‌گرای غرب‌ستیز نبود. ملی‌گرای ایران در جریان انقلاب مشروطه بر اساس این پرسش بنا نهاده شده بود، که همون پرسش که عباس میرزا در واقع پرسیده بود که چرا وضع ما این است، و جواب این پرسش رو هم در این روند میدید که چرا غرب پیشرفت کرد. برای همین اتفاقا نگاهش اصلا غرب ستیز نبود، حالا غربگرا شاید نتونیم بگیم یا شاید اسم خوبی نباشه، اما نگاهش نگاه بسیار مثبتی به غرب بود و میخواست در واقع از اون دستاوردها استفاده کنه برای پیشرفت کشور خودش. در انقلاب 57 شما جریان ملیگرای اینطور ندارید، جریان ملیگرای غرب ستیز دارید. یک جریان دیگه شما دارید که این جریان بازگشت به خیشتن بود، که آقای دکتر علی شریعتی، آقای احسان نراقی، آقای داریوش شایگان، حالا در یک اشل بسیار باکلاستری، نه مثل آقای نراقی و آقای شریعتی، اما آقای داریوش شایگان هم در واقع کتابایی که در اون دوره داره شما نگاه بکنید، گفتمان بازگشت به خیشتن هستش، و بدتر از همه اونها آقای جلال آل احمد. اینها در واقع جریان غالب در گفتمان روشنفکری ایران این گفتمان بازگشت به خیشتن بود، این که ما اینها رو داشتیم و حالا اگر که در واقع مشکلی داریم برای این که از افت خودمون دور افتادیم، باید برگردیم به خیشتن خودمون. خب شما بخواید برگردید به خیشتن خودتون، خب خیشتن ما در این دوران چی بوده؟ در واقع به سنت ما بودی دیگه، و مهمترین نماینده سنت روحانیون بودن. بعد شما جریان های چپ رو دارید، که جریان های چپ در ایران شما باز برید اینها تاریخشون رو بخونید، در زمان انقلاب 57 اینها اساسا دعواشون بر سر این هستش که ما، یکی اینکه بسیار غرب ستیز هستن، دموکراسی ستیز هستن، و دعواشون بر سر این هستش که ما باید وابسته به کجا باشیم. حالا یک عده میگن ما باید وابسته به چین باشیم، یک عده میگن ما باید وابسته به شوروی باشیم، یک عده حتی رفتن وابسته به آلبانی باشیم، وابسته به نمیدونم کوبا باشیم، و اینها در واقع از دل این جریان‌های روشنفکری ایران هیچ چیز خوبی در نمیومد در اون دوره. همین چیزی در اومد که در واقع شما الان شاهدش هستید. تازه بعد از انقلاب، بعد از گذشت حداقل یک دهه 15 سال بعد از انقلاب بودش که ما شاهد در واقع یک بازنگری در این گفتمان غالب روشنفکری ایران بودیم، که چه در جریان‌های مذهبیش چه در جریان‌های غیر مذهبیش به نقد در واقع اون چیزی که پیش از اون پرورده بودن مشغول شدن. حالا شما در جریان مذهبی شما این جریان لیبرال روشنفکری دینی رو دارید، در جریان غیر مذهبی شما سوسیال دموکرات‌ها رو دارید، لیبرال دموکرات‌ها رو دارید، و این تازه بعد از یک فاصله بسیار طولانی با انقلاب 57 اینها شروع می‌کنن به نقد گفتمان خودشون و به پروروندن یک گفتمان جدیدی. برای همین تفاوت بین روشنفکری مشروطه و روشنفکری انقلاب 57 بسیار تفاوت بنیادینی هستش. اگر که نکته مثبتی در انقلاب مشروطه بود، ناشی از اون دیدگاه‌های مثبتی بود که اون روشنفکران داشتن، و نکات منفی انقلاب 57 هم یک آقای قاسمی نژاد، این یه نوع انحطاط هست یا نه، پیشرفت چی هست که ما از احتشام السلطنه یا بقیه کسایی که در مشروطه هستن و چون این دیدگاه هایی دارن ما میرسیم به مثلا شریعتی و جلال آل احمد؟ قطعا یا این که یه ترفند سیاسی بود، آقایون یا خانم ها، کسانی که وجود داشتن، احزاب و گروه های سیاسی فکر میکردن که از روحانیت شیعه میتونن استفاده کنن به عنوان نردبان و به قدرت برسن. من یک مثال بزنم خدمت شما و بینندگان،
البته بعد از انقلاب بود. من شاعر بسیار معروف ایران، روانشاد آقای سیاوش کسرایی، در مجلسی شبی همه احزاب رو زده بودن، تقریبا حزب توده مونده بود و یکی دو نفر، همین آقای عزت‌الله انتظامی حضور داشت، آقای علی نصیریان حضور داشت، آقای جلال ستاری که به هر حال مشاور پهل بود، وزیر فرهنگ بود و بعد به مشاورت این نظام هم در اومد، به هر حال حضور داشتن. بس بر سر این بود، من گفتم آقای کسرایی عزیز، شما بسیار خوشبین هستید که این حکومت با شما کاری نخواهد داشت. ایشون به صراحت من آقا شما یه فکر به حال خودتون بکن، البته با لحن دوستانه، امام اون بالا نشسته از چی خبر نداره، ولی عهدشون موقع های منتظری بود لفظی رو به کار برد که من نمیتونم به کار ببرم. همین آقای خامنه ای، باز ایشون هم اشاره کرد که رئیس جمهور بود اون موقع، ایشون هم باز لفظی به کار برد که هم قافیه و هم جناس چیز شده بود. این هم چیز هست که کاری نیست، ما برنده ایم و خواهید دید و امثال شما رو هم مثلا حالا به شوخی نخواهیم گذاشت که همینطور راست راست را برید. آقای کسرایی شاعر ملک و شعرهای حزب توده ایران، حرف من این هست، یعنی آیا در جریان انقلاب این نبود که تمام احزاب گروه های سیاسی چپ فکر میکردن از روحانیت شیعه به عنوان نردبان برای رسیدن به قدرت استفاده میکنن، حال اون که در چنین زمینه فکری این آخوند یا ملای شیعه است که وارد هست، چه کنه؟ سنخیت روشن فکر مشروطه با خود روحانیت، خواستگاهشون چون از ایجابود، شاید اونا بهتر میشناختن این رو ترفندهای روحانیت شیعه رو، به همین دلیل روبروش ایستادن. این نیست؟ بعد این روشنفکران عصر مشروطه در واقع اون جایی که ازش بلند شدن همون سنت بود. بسیاری از آنها خودشون تحصیلات سنتی حوزوی داشتن، بسیاری از آنها اساساً از دل اون سنت بر اومدن و اون رو میشناختن. یک فرق دیگه هم این داشتش که در واقع در اون دوران روحانیت بسیار در حالت دفاعی داشتش، به این دلیل که در واقع کل اون سنتی که اینها بنا نهاده بودن در مواجهه با غرب دچار یک شکست و اضمحلال شده بود و به همین دلیل یک خود روحانیت هم یک حالت در واقع دفاعی داشتش. سالها دهه ها طول کشید تا روحانیت در واقع خودش رو بازسازی بکنه، اتفاقا استفاده کرد از تمام اون ابزارها برای بازسازی خودش. ولی شما کاملا درست میگید، این روشنفکران فکر میکردن که در واقع از روحانیون استفاده میکنن، بعد سر اونها زیر آب میکنن، اما در واقع این روحانیت بود که از اونها استفاده کرد و سرشون زیر آب کرد. پی میگیریم تفسیر خبر رو، گفتگو میکنیم با آقای سعید قاسمی نژاد در نیویورک و در استکهلم سوئد آقای حسن اعتمادی، تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی عزیز، این غرب ستیزی که همچنان جاری و ساری هست در حکومت ایران، خیلی معتقد هستن تزریق متحدان چپ بوده که رو دست روحانیت شیعه مونده، ورنه روحانیت شیعه با غرب چندان مشکلاتی نداشت، حتی در پس فرده نشست و برخواستایی هم با هم داشتن در تاریخ معاصر ایران. تفسیر شما رو بشتم. به نظر من این درسته، یعنی اینه که در دورانی که به خصوص آیت الله خمینی در تبعید به سر می برد، برخی از رهبران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور که به یک معنا رهبران سازمان های چپ هم بودن در درون کنفدراسیون، در ملاقات ها و تماس های مکرری که با آیت الله خمینی داشتن در مورد مسائل سیاسی با هم تبادل نظر می کردن و در بسیاری از موارد همکاری های سیاسی وجود داشت در بین چپ های ایران و آیت الله خمینی و روحانیون. حتی در درون کشور هم این روابط و مناسبات وجود داشت. سازمان مجاهدین خلق به طور نمونه که یک سازمان مذهبی بود و از دل نهضت آزادی ایران بیرون اومده بود، در همون دوره با بعضی از عناصر چپ، چپی که به طور نسبی صاحب اندیشه و اطلاعات
خوبی هم بود، مانند مثلا زنده یاد مصطفی شایان، اینا در ارتباط بودن و مرتب در مورد مسائل سیاسی روز با هم تبادل نظر و تبادل افکار داشتن. و این درست است که روحانیت به یک معنا موضع یعنی ضدیتشون رو با غرب و با امریکا به خصوص تحت تاثیر سازمان‌های سیاسی چپ هم بودن که در رأس اون میتونیم حزب توده رو نام ببریم. و بعدم میبینیم که بعد از پیروزی انقلاب و پیش از اون شعارهای مشترک ضد امریکایی و ضد امپریالیستی همچنان از طرف روحانیت و چپ ایران به طور مشترک مطرح میشه و حتی بعد از پیروزی انقلاب ما شاهد مناظره ها و گفتگوهای رسمی بین رهبران جریانات چپ و صاحب نظر هستیم، کسانی مانند کیانوری و اون دوست دیگر آقای تبری با آیت الله جنتی، با آیت الله بهشتی، با آقای بنی صدر در مناظره ها و گفتگوهای تلویزیونی با هم بر سر مسائل فلسفی گفتگو میکردن و تلاش میکردن، همین آقای فرخ نگهدار، که بتونن نکات مشترک فلسفی بین مذهبیون و کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها رو برجسته بکنن. هم اونها تلاش میکردن، یعنی چپ‌های از این قبیل تلاش میکردن که به روحانیون بگوین که ما از لحاظ فلسفی حتی تفاوت‌های اساسی با هم دیگه نداریم، که البته این نادرست و غلط بود و این برمیگشت به همون نکته که شما اشاره کردید که چپ ایران تصور میکرد که میتونه با کمک روحانیون رژیم شاه رو به پایین بکشه و بعد از اون است که میتونه به قدرت برسه. و حتی اگر به قدرت نرسه، بر اساس تئوری‌هایی که در اون زمان از طرف روس‌ها به خصوص مطرح میشد، راه رشد غیر سرمایه‌داری میتونه ما رو به نوعی از سوسیالیسم برسونه و راه رشد به اصطلاح سیستمی که بخواد از طریق راه رشد غیر سرمایه‌داری به پیش بره، الزاماً این نیستش که حزب کمونیستی در یک جامعه در قدرت باشه، بلکه قشرهای دیگه، گروه‌های دیگه که حتی کمونیست هم نیستن میتونن در رأس حکومت قرار بگیرن، اداره نظام رو در دست بگیرن، حتی با ایدئولوژی‌های مذهبی اما با ضدیت علیه غرب، با ضدیت علیه سیستم سرمایه‌داری ما رو به سوی سوسیالیسم رهنمود بکنن و بکشونن. و واقعیتش اینه که یکی از دلایلی که بخشی از چپ ایران که حزب توده در رأس اون بود و بعدم سازمان فدایان خلق بخش اکثریت، این بود که اونها ابایی نداشتن و نگرانی نداشتن که روحانیون در رأس قدرت باقی بمونن و اونها برای اونها به عنوان کارگزار و کسانی که به اونها کمک بکنن برای پیشرفت و رسیدن به این هدف در کنارشون قرار داشته باشن. خب اسم بردن از مصطفی شایان، صاحب چندین اثر هست، نوشته‌های بسیار زیاد در درگیری‌های مسلحانه اگر اشتباه نکنم در پیش از انقلاب کشته شد به طور اتفاقی و از معدود افراد چپ هست که به عنوان آدم بسیار با مطالعات گسترده از ایشون نام برده میشه و نوشته‌های ایشون در آثار در ماهنامه‌های همون زمان هم چاپ میشد، مثل جهان نو. من اینجا این تذکر رو بدم، سنت همیشگی تفسیر خبر بوده چه در دور پیشین و چه در دور کنونی، از هر کس و از هر حزب و هر گروهی که نام میبریم در اینجا حتما در غیابش بیش از اندازه‌ای که چی میگن مجاز هم نمیخوام بگم، بیش از آنچه که جنبه اطلاعاتی داشته باشه اظهار نظری نخواهد شد، حداقل در غیاب نمایندگان اون احزاب و گروه ها، و چنانچه مایل باشن میتونن درهای تفسیر خبر بهشون باز هست برای اومدن و تفسیر سخن گفتن و هرچه که ضروری میدونن، این حق طبیعیشون. آقای قاسمی نژاد عزیز، تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم، اینکه غرب ستیزی حکومت فقیه تا به امروز چه زیانهایی برای ایران داشته یا چه منافعی برای ایران داشته و مردم ایران؟ این قبل از انقلاب در واقع در زمان شاه حکومت ایران چه از نظر جهان غرب چه از نظر عمده کشورهای منطقه به عنوان قدرت منطقه شناخته میشد، به عنوان قدرت مثبت منطقه شناخته میشد. بعد از انقلاب ایران به خاطر در واقع غرب ستیزی حاکمان اینا، خصوصا اون حمله ای که به سفارت امریکا شد، به گروگانگیری، در واقع کشورهای عرب منطقه و در رأسشون صدام حسین، در واقع این
اجازه رو پیدا کردند که در واقع منافع ایران رو در منطقه به چالش بکشن. بخش نکته عمدهش هم در واقع این بودش که ایران نه تنها به غرب حمله میکرد، بلکه به دنبال انقلاب در تمامی کشورها هم بودش. این در واقع سرآغاز یک سلسله حوادثی شد در سیاست خارجی که هزینه بسیار سنگینی برای مردم ایران داشت، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اعتبار بین المللی، و این رو ما همچنان هم شاهد هستیم. سیاست خارجی ایران در این سالها دو تا ستون داشته. ستون اولش این بوده که در واقع آمریکا ستیزی، ستون دومش اسرائیل ستیزی بوده. و شما اگر سیاست خارجی ایران رو هم نگاه بکنید، مثلا ما برای چی در فلسطین و در لبنان این همه داریم هزینه میکنیم، در که حتی ما هم مرز هم نیستیم با این کشورها، به این دلیل که ایران به دنبال این هستش که به دور اسرائیل یک کمربند امنیتی ایجاد کنه از نیروهایی که در واقع به دنبال نابودی اسرائیل هستن. اینها برای کشور در تمام این سالها هزینه داشته، و الان شما الان رو هم نگاه بکنید، ایران در حالی که زیر تحریم هستش، مردم خودشون گرسنه هستن، مردم هزار مشکل دارن، ایران درگیر جنگ هستش در کشورهای بیشماری، در عراق، در سوریه، در یمن، در فلسطین هم آقای خامنه‌ای الان گفته که جبهه دوم رو در کرانه باختری هم میخواد باز بکنه. یعنی در غزه ما ایران درگیر جنگ غیر مستقیم با اسرائیل بوده در تمام این سالها، الان در کرانه باختری هم ایشون گفتن که ما اونجا سلاح و اینها میفرستیم برای اینکه محمود عباس رو سرنگون بکنیم و یک جبهه دومی هم باز بکنیم. تمام اینها هزینه داشته، هزینه‌هاش تحریم بوده، هزینه‌هاش در واقع انزوای بین‌المللی و اقتصادی بوده. و اینکه آیا آخه روحانیون خودشون از ابتدا غرب ستیز بودند یا نه، خب روحانیون در واقع اون ابتدا اولین برخوردهایی که ایران با غرب داشت که روحانیون اساسا غرب رو نمیشناختن، در واقع اطلاعاتشون درباره اینکه چه اروپا چی هست و چی نیست رو از روشنفکران میگرفتن. بعد از اون هر چقدر که ما جلوتر رفتیم، روحانیت غرب ستیزتر شد، به این دلیل که فهمید که اون چیزی که در واقع غرب به ایران میخواهد بدهد، مهمترین نکتهش جدایی دین از سیاست و کوتاه شدن دست روحانیون از سیاست هستش. به هم دل غرب ستیزی روحانیون سوای اینکه حالا این رو از چپ ها گرفتن، یک بچه بنیادین هم داره، و اون این هستش که اینها با اصل اون چیزی که بعد از رنسانس در غرب پدید اومد که سکولاریسم، پس اینها با اون مشکل دارن و اون رو دشمن اساسی خودشون میدونن. اما آقای قاسم نژاد، همینجا این پرسش رو من مطرح میکنم، این که خیلی از اسناد هست، نشونه ها هست که اتفاقا برخی از کشورهای غربی یا دولت‌های غربی همراهی و همکاری داشتن در سقوط شاه محمد رضا شاه پهلوی و حمایت روحانیت برای رسیدن به قدرت. یکی از انگشت‌های اتهام متوجه دولت جیمی کارتر هست بر اساس اون چی که هست، و بر اساس حتی اشاره به اسناد و خاطرات آقای ابراهیم یزدی وزیر خارجه پس از انقلاب. این تا چند اندازه بازتاب واقعیت هست؟ این که در واقع دولت‌های غربی یا در سرنگونی حکومت شاه نقش مهمی داشتن یا نه، اونجا بحث داره، اما اینکه بعد از یه مدتی در واقع به این نتیجه رسیدن که شاه رفتنی هستش و باید با حکومت بعدی بسازن، و در نیروهایی که میتونستن حکومت بعدی رو در دست بگیرن تمایلشون به اسلامگراها بود، برای اینکه مشکل اصلیشون در اون دوره با کمونیست ها بود. این اسناد وجود داره، اسناد مدام هم منتشر میشه، و من مثلا دیدارهای آقای بهشتی با اعضای سفارت و اینها کاملا مشخص هستش، در خود اروپا هم، در خود فرانسه هم این ارتباطات وجود داشتش. این کاملا درسته. صدایی که صدای آژیری که همراه با صدای قاسم نژاد میشنوید یا شنیدید در نیویورک است. اینقدر دو جلوه مختلف در استکهلم در 100 کیلومتری آقای اعتمادی صدایی نمیاد، آرام و آرامش کامل در نیویورک، اما صدای آژیر قطع نشد. آقای اعتمادی، گوشه ای از حرفای آیت الله خمینی رو میشنویم، باز میکردیم پرسشی من دارم. آیت الله خمینی در نخستین سخنرانی خود در بهشت زهرا، برای اینکه ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون
رأی دادند که یک نفری سلطان باشد. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. آقای اعتمادی عزیز، آنچه که آیت الله خمینی گفت، پدران ما چه داشتن برای ما نظام تعیین کنن، بر همین اساس هم آمد و جمهوری اسلامی، آری یا نه، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر و از این حرفا. آقای بر اساس همین حرف، جوانانی که پس از انقلاب به دنیا آمدن اجازه ندارن، نباید نوع نظام خودشون رو تعیین کنن، جوانانی که آیندهی در برابر خودشون در حکومت فقیه نمیبینن. طبیعیست این حق رو برحال هر نسلی داره برای تعیین سرنوشت خودش، برای انتخاب نوع نظام و حکومتی که بر سر کارت تصمیم بگیره. اما واقعیت اینه که اون چی که آیت الله خمینی در بهشت زهرا در اولین روز ورودش به ایران گفت، به دنباله همون خدعه‌ای بود که ایشون از پاریس شروع کرده بودن. اینا شعارهایی بود که فریبنده بود و میتونست مردم رو تشویق بکنه برای اینکه اونا حق دارن که برای تعیین سرنوشت خودشون به یک رفراندوم دیگه دست بزنن. ولی اکنون ما میبینیم که حکومت اسلامی ایران با ایجاد نهادهای بسیار به اصطلاح حساب شده و مستبد، به هیچ وجه کوچکترین حقی رو برای دخالت مردم برای تعیین سرنوشت خودش قائل نیست. مردم ایران حتی نمیتونن در انتخاباتی که برگزار میکنن هر 4 سال برای انتخاب رئیس جمهور خودشون یا برای نمایندگان مجلس، کسانی رو انتخاب بکنن که مورد تایید خودشون باشه، بلکه نهادهای وابسته به حکومت اسلامی است که افراد معینی رو به مردم معرفی میکنه و مردم مجاز هستن که از بین افراد مورد تایید نظام اسلامی در ایران فرد مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن. بنابراین این واقعیت ندارد که اون چیزی که خمینی در اون سالها، یعنی در روزهای ورودش به ایران گفت، سرنوشت کشور رو بر اساس رفراندوم و رأی مردم باید تعیین کرد. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم قاسمی نژاد. این دایره بسته انتخاب بین بد و بدتر، بر اساس حرفای خود آقای خمینی، آیا جوانان حق ندارن به سوی بهترین برن، اون چیزی که بهترین میدونن؟ جوانان که از تو هر حق دارن، هر ملتی حق داره، من تا اون یک ملت هم خودش در واقع باید بخواد و تلاش بکنه. ما چیزی که در این سالها شاهد هستیم این هستش که متاسفانه یک جمع قابل توجهی از مردم ما راضی هستن به همین انتخاب بین بد و بدتر، و اولین گام برای اینکه شما بتونید بهتر انتخاب بکنید این هستش که این انتخاب بین بد و بدتر رو متوقف بکنید. من امیدوارم که در واقع در آینده مشاهده این اتفاق باشه. سپاس بسیار از شما آقای قاسمی نژاد گرامی و در نیویورک بسیار پرسر و صدا که 24 ساعت صدای آژیر پلیس رو در گوش داد. و همینطور سپاس از شما آقای حسن اعتمادی عزیز در استکهلم آرام و همچنان آرام. منم از شما ممنونم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با ما در ارتباط باشین. تفسیر خبر بازتاب دهنده نظرات شما خواهد بود. بر صفحه فیسبوکی که نشونیشو روی صفحه تلویزیون میبینید میتونید نظرات خودتون و پیامهاتون و پرسشایی که از بیننده از مهمانان برنامه دارید در میون بذارید. ما با مهمانان برنامه در میون خواهیم گذاشت. یک روز زودتر اسامی مهمانان رو اعلام خواهیم کرد. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران تفتان، دراگ، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.